سیزدهمین روز مهر ماه برابر با 5 اکتبر سال 1092 خورشیدی برابر با 1713 میلادی، زادروز دنیس دیدرو، فیلسوف، دانشمند و مؤلف اولین دائرة المعارف جهان که در شهر لانگره فرانسه به دنیا آمد و بیان که تحصیلاتی در رشته مشخصی داشته باشد، بر اثر همت و پشتکارش به زبانهای لاتین، انگلیسی، ایتالیایی و علم ریاضیات تسلط یافت و در فلسفه، هنر و ادبیات صاحب نظر گردید. وی در قوت بیان و سرعت انتقال و درک مسائل مشکل و دریافتن مطالب تازه کمتر نظیر داشت و از جوانی با پژوهش و تحقیق آشنایی یافت. دیدرو در جوانی به جرم نگارش مقالاتی درباره تکامل که حدود یک قرن بعد توسط چارلز داروین، طبیعیدان انگلیسی، کامل و اثبات شد، محکوم به زندان گردید و پس از آزادی از حبس تصمیم گرفت با همکاری عده‌ای از نویسندگان فرانسوی دائرة المعارف را بنگارد. غرض او و سایر نویسندگان این کتاب بیش از همه آشنا کردن عامه به معارف عمومی و تربیت افکار و اذهان ایشان بود. هرچند دیدرو در مسائل مذهبی از عقاید عامه تجاوز نمی کرد، لیکن در تقریر مسائل علمی و اجتماعی مقالات را طوری ترتیب می داد که راه بحث و نظر بر عموم خوانندگان در خصوص اوضاع زمان باز باشد و اساس تقلید کورکورانه تزلزل پذیرد. به منظور آنکه دائرة المعارف مزبور شامل مطالب واقعی با جنبه های متعدد باشد، قسمت‌های عمده‌ای از اندیشه‌های فلسفی که مخالف رهبران کلیسا بود در آن چاپ شد که پس از انتشار جلد اول آن چاپ مجدد و ادامه کار آن ممنوع گردید. با این حال دیدرو با سختی و زحمت و به تنهایی به مدت 20 سال به تکمیل این دائرة المعارف پرداخت و آن را به طور پنهانی چاپ و منتشر ساخت. دائرة المعارف دیدرو به عنوان اولین دائرة المعارف جهان، آکنده از آزادی خواهی و مخالفت با زیاده روی های مقامات کلیسا، دستگاه قضایی و حکومت وقت بود و نوید استقلال، آزادی، مشروطیت و حقوق را می داد. سال 1328 خورشیدی برابر با 1949 میلادی، زادروز ابراهیم حقیقی، طراح گرافیک معاصر که در تهران متولد شد و تحصیلاتش را در رشته معماری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به پایان رسانید. حقیقی عضو انجمن تصویرگران کودک، انجمن بین المللی طراحان گرافیک، انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، انجمن فیلمسازان مستند ایران و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران تا سال 1382 شمسی و دبیر هشتمین دو سالانه پوستر تهران در همین سال بوده است. او چندین فیلم 8 میلیمتری در سینمای آزاد تهران ساخته و در فیلم آنکه خیال بافت و آنکه عمل کرد همکاری داشته است. همکاری با بخش گرافیک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و ساختن فیلم‌های مستند 35 میلیمتری سومین جشنواره تابستانی، معلم همه بچه‌های ایل، روز معلم و مددکاران اجتماعی را نیز می‌توان جزو کارنامه پربار این هنرمند دانست. تأسیس انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران به همراه مرتضی ممیز، عباد شیوا و میرزا علی خانی از دیگر فعالیت‌های این هنرمند گرافیست است.